چایی میخوری؟ متشکرم. سرهنگ آدامز، به هندوستان خوش آمدین. سروان گونتر، افسر روابط عمومی. سروان، امیدوارم سفر بهتون خوش گذشته باشه. بله خوش گذشت، به خصوص وقتی که تو کولومبو از تو هواپیما دزدیدنم. فکر میکنم مردم اینجا از نورماندی آرومتر باشن. خدمت گذاریم. اینا به ارتش آمریکا خدمت میکنن. راستی جنرال کمپتون تو دفترشون منتظر شما قربان. این سرجوخه باکستر راننده شماست. سرجوخه
سرویس اینجا همیشه به این خوبیه؟ سعی ما در جلب رضایت این افتخار ماست. سلام. قیمت این چند آقا پسر؟ ای بعد انگلیسی تا وقتی که ما اینجا میشیم ما حق نداریم چیز آنتیکو بخریم. شما با ما یکی در نیا بیاین که من اینو میخرم پولشم هرچی بشه بهش میدم. ای تو مجبور به احترام بذاریم. تو حق نداریم جور کشم و ما خودمونم با هم جنگ داریم. بس کنیم دیگه اصلا جدا شین. یالا سواشین اون دلغه کارو از اینجا رد کن خیلی فوری. اطاعت کن. خیلی خوب دیگه. یالا سرانگ آدامس جنرال زیاد معطلتون نمی کنه. عالیه. اروپا چطور بود؟ والا از اونجا که تونستم از کینگ جورج بیمارستان پنجم در لوتون بدفورد شایر انگلستان ببینم عالی. من قبلن علت این دو هفته تأخیر به جنرال کنینکم اطلاع دادم. بله بنده هم خبر دارم. بنابراین میتونیم به جنرال قول بدین که جریان تو همین هفته تمام شده است. دادگاه نظامی روز دوشنبه تشکیل میشه و بدون شک وینستون رو به دار میزنم. آقایون؟ برنی چه حال اومدی برنی؟ کجا هست اون صدفان لاغری که تو قلعه براگ افسر من بود؟ این چیه؟ شکمه جنرال، نتیجه 8 ماه خوابیدن تو بیمارستان. راستی باد چطوره؟ جانیان صورت حمل و نقل لازم دارم. بیا تو برنی بیا. ببخشید قربان. باشه بعد سر باجه بعد از اینکه کارم با سرهنگ تموم شد. خب جش. بشین برنی بشین. راستی از پدرت چه خبر؟ هنوزم خوشبونی و قویه. حتما اینطوره. نمیتونم تصور بکنم که جنرال آدامز بازنشسته بشه. بله؟ شما اشتباه فهمیدین. من پیشنهاد انتقال نکردم، دستور انتقال دادم. خب برنی، من امیدوار بودم که حالا دیگه تو رو سرهنگ تموم ببینم. خودم هم همینطور. اگه به جای سنگر گرفتن پریده بودم. بشین برنی، بشین. من اینجا یه ماموریتی برات دارم که کاملا به رشتت میخوره. میخوام از معلومات حقوقی تو استفاده بکنم. معلومات حقوقی؟ من این 14 سالی که از دادستانی ارتش منتقل شدم، لای کتاب قانونا واز نکردم. آه دیگه تعارف نکن. تو شاگرد اول دانشکده حقوق بودی، خودت هم اینو میدونی. به هر حال ما هفته دیگه اینجا یه دادگاه نظامی داریم و من به کمک تو احتیاج دارم. خب اونا فوریه جانی؟ بله قربان. بیار جریان از این قراره برنی. در 15 مایلی اینجا پادگانی به اسم بکری، دو هفته پیش گروهبان آلفرد کوین از ارتش انگلیس و دست صدفان دوم چارلز وینستون از ارتش آمریکا به قتل رسیده. این یکی رو برای کنفرانس نگه میدارم. کوین بدون اسلحه بوده. وینستون اونو با گلوله میزنه. 11 نفرم شاهد بودن. خودش هم اعتراف کرده. متشکرم. این بود شرح ماجرا. خیلی خوب. من برای هر ماموریتی که بهم بدین آمادم. لازمه قبلا اهمیت موضوع رو بدونیم. ما با انگلیسی‌ها در اینجا مسئولیت مشترک داریم. ولی بین ما و پسرموهای انگلیسیمون همیشه برادری و صمیمیت نیست. متوجه هستم شرح. 11 نفر شاهد قتل بودن. و فوراً این خبر همه جا پخش کردن. البته من تمام مرخصی‌ها رو لغو کردم. عبور در شب قدغن کردم. ولی مگه میشه ارتش کامل به زنجیر کشید؟
اگه این وضع ادامه پیدا کنه نابودی متفقین حتمیه. سرهنگ آخرین حمله شدید به همه جانبه از این نقطه خواهد بود. البته من نمیتونم بگم کی این حمله شروع میشه چون خودم هم نمیدونم، ولی وقتی که شد دلم میخواد ببینم با دشمن میجنگیم نه با هم دیگه. بنابراین به خاطر پیروزیمون ستوان وینسون محاکمه میشه، محکوم میشه و به دار زده میشه. با شما موافقم. خوشوقت میشم که وظیفه دادستانی رو به عهده بگیرم. من نمیخوام تو دادستان بشی، میخوام دفاع رو به عهده بگیری. دفاع از یک آدم گناهکار؟ کنفرانس تا 5 دقیقه دیگه تشکیل میشه قربان. الان میرم جنیم. اون بدون شک گناهکاره، منتها باید ارتش رو متقاعد کرد به طوری که جایی هیچ گونه اعتراضی باقی نمونه. این محاکمه وکیل مدافع زیرک و وارد لازم داره برنی. فکر نمی کنم کار مشکلی باشه. تو دادستانی ارتش کسی نیست از عهده بر بیاد. آه نه، من از اون حقوقدانای غیر نظامی که هیچ چی سرشون نمیشه نمیخوام. من یه ارتشی هم میخوام، یه ارتشی هم پشتم باشه. این دادگاه نظامی مهمیه. من یه دادستان خوب و یک وکیل مدافع خوب میخوام. من تو رو میخوام. با منی؟ کی شروع کنم جنرال؟ تو شروع کردی. ساعت 2 با دادستان قرار ملاقات داری. خود منم همین الان یه کنفرانس بسیار بسیار مهمی دارم. ازت متشکرم. به پدرت نامه نوشی سلام منم بهش برسم. ای قربان. باشه بعد سرگارد. من الان باید تو کنفرانس باشم. اسم من آدامزه. به عنوان وکیل مدافع تو تعیین شدم. با تو هستم وینستون. ببین، من اومدم به تو کمک کنم. خوبه. ستاره نقره‌ای، قلب ارغوانی، خیلی مهمی. اما برای دفاع از من مدالی نمیگیری. مدال بگیرم یا نگیرم تو قبول کردی که من وکیل مدافعت باشم. من ممکن بود به یک گوریلم رضایت بدم که وکیلم باشه. گوش کن وینستون، من 4 روز وقت دارم که ترتیب کارتو بدم. با چندین نفر تماس بگیرم، سرتاسر پرونده‌تو بخونم. بنابراین وقتی میام اینجا باید رفتارت عاقلانه باشه و هر سوالی ازت میکنم جواب بدی. خیلی خوب. شما واقعا میخواید به من کمک کنی؟ برای همین اومدم اینجا. هر روز صبح که صبحونم رو میارن ازشون نون سیاه میخوام، ولی اونا مرتب نون سفید میذارن. ممکنه در این مورد لطفی بکنی؟ تو کمدین بزرگی هستی وینستون، ولی متاسفانه من اهل شوخی نیستم. وقتم شما رو اینجا میبینم. منظرتون راحته؟ بله متشکرم. اتاق کافی برای کار کردن دارین؟ میخواین براتون یه دفتر کار درست کنم؟ آه لازم نیست متشکرم. چای داوری؟ نصف فرانسوی نصف چینی؟ کاملا آزاد. چیز دیگه هم میخواین بدونین؟ بارنی آدامز؟ بله؟ فرد اسمیت در گوشه مقابل شما. ببخشید سر. منظورتون؟ ما دوشنبه هم دیگر رو می‌بینیم. من دادستان محاکمه. شنیدم می‌خوای هر طور شده کارایی بکنی. امیدوارم. موفق باشی.
موکل تو هیچ ملاقات کردی؟ آو کی اونو تو ارتش داده؟ نیروی دریایی. خوب گفتی. خب همدیگر پشت سنگر میبینیم. خیلی ببخشید. هیچ حالا سعی کردی جلو چشمتو ببینی؟ گمون نکنم ما به هم معرفی شده باشیم. بهتره تشریفاتو فراموش کنیم. این منتهای سعادت بنده است. ضمناً باید مطمئن بشم که متفق محترم ما هفتگیریشو با خودش نیاورده. چرا جلوی زبونتو نمیگیری؟ ببخشید. من معذرت میخوام سرنگ. واگذارش کنیم به من. یالا احمق بیشو. لکش پاک نمیشه؟ هیچ مهم نیست، ناراحت نباش. حالا یه چیزی میگی؟ خواهش میکنم. اون اهل مارسیه، میتونین با خبرایی که از اروپا بهش میدی نظرشو جلب کنی. یه فکری واسش میکنم. بریم بار لبی تر کنی. سروان، از وقتی اومدم اینجا این بهترین پیشنهادیه که بهم شده. برو بریم. صبح بخیر قربان. صدفان هاروی بندر، ایشونم صدفان اسکار مورس معاونین شما قربان. خیلی خوشوقتیم که ما رو معاون شما کردن. البته میبخشید که از خواب پروندیمتون. آخه شنیدیم که شما میخوای صبح زود شروع به کار کنید. مرتبم تعدادشون بالا میره. روزی صدها مریض تازه میارن. واقعا قابل تقدیره، ولی من میخوام یه تصویر کلی از این آدم به دست بیارم. تصویری که کمکم کنه اونو بشناسم. ما توجهی به شناختن اون نداشتیم. وظیفه ای ما فقط این بود ببینیم اون درست از غلط تشخیص میده یا نه. متشکرم. بالاخره یه چیزایی که یادتون میاد، هرچی باشه شما رئیس اون کمیسیون بودید. اون آدم بی تربیت و وظیفه نشناسیه. هیچ روح همکاری نداره. البته اعضای کمیسیون تشخیص جنون شاید صحیح نباشه بگم، ولی خودشون هم همچین آدمای طبیعی نیستن، چون هر روز با یه مش بیمارای روحی سر کار دارن. ولی اگه نظر منو میخوای باید بگم که در درجه اول هیچ دلیلی وجود نداشته که وینستون رو بفرستن به این بیمارستان. صبح بخیر. صبح بخیر قربان. فکر میکنم یک نفر اینجا زرنگی کرده. من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، ولی یادتون میاد که پیشنهاد کرد وینستون و کمیسیون تشخیص جنون ببینه؟ مشکل لوتاشو. هر روز عده‌ای از جنگ خسته شده رو میارن پیش من. اونا روحاً سالمن، فقط جنگ در اونا یه حالت واخوردگی ایجاد کرده. بله پرستار. از طرف دکتر کوفمن. سلام. متشکرم پرستار. باید به سوابقی که دارم رجوع کنم. شاید این کار لازم نباشه سرنگ بیرتون. من امروز بازم میخوام برم پیش وینستون. ببینم این دفعه چطور میشه. من هیچ به شما حسودیم نمیشه که از این مرد دفاع میکنی. این یک ماموریت قربان. منو ببخشید که اینقدر سرم شلوغه. بازم چیزی هست که براتون بگم؟ متشکرم. نه فعلا سوالی ندارم. معذرت میخوام مزاحم شدم. کاش میتونستم کمکتون کنم. به هر حال هر وقت فکر کردی کاری از من ساخته است تلفن کنین، میتونیم با هم حرف بزنیم. متشکرم قربان. سرهنگ آدامز. منم اسم شما رو میدونم، کیت داوری. نمیدونستم شما پرستارین، ولی مریض میشدم. شما از وینستون دفاع میکنی؟ بله. دکتر برتون خوب میدونه که وینستون رو معاینه کرد. دکتر کوفمن رئیس بخش روانی. منم بودم، آخه با اون کار میکنه. پس میتونیم در این مورد صحبت کنیم. اجازه میده شب بیای بیرون؟ کوفمن وینستون رو دیوونه تشخیص داد. گوش به حرفای سرهنگ برتون ندین. اون به هیچ وجه صفات دکتر کوفمن نداره. برتون افسر فرمانده است، همین ساب صفتش میکنه. من خوشم نمیاد با آدمای مثل کوفمن زور گفته بشه. از حرفات معلوم میشه که یه سرگرد و یه سرهنگ با هم در افتادن و سرهنگ برنده شده. همیشه همینطوره. خب شام چی شد؟ نه متشکرم، من کار دارم. ناراحت نباش سرباز، 10 مایل اولش سخته. من همینجام قربان. متشکرم قربان. آه شما این سرهنگ آدامز؟ منتظرتون بودم. معذرت میخوام، دیروز کنترلمو از دست دادم.
آخه یه همچین جای آدم ها داغون میکنه. مهم نیست، همونطور که گفتم میخوام کمکت بکنم. شما نمیتونین کمکم کنین. من از تو دفاع میکنم، مهم نیست تو چه کردی، تو رو منصفانه محاکمه میکنم. من یه نفر کشتم، برای این کار دفاعی وجود نداره. برای چی این کارو کردی؟ یعنی حرفمو باور میکنی؟ امتحان کن. میدونین اصلا I've got a couple of theories, yeah. They'd be wrong, believe me. The war is nothing. It's what's going to happen after that counts. It's going to start right here in Asia. East against West, black against white. Well, suppose we put the political discussions aside for the moment and get down to cases, huh? All right, then Sergeant Quinn was not on our side. He was on the other. He was a bad influence. He was spreading sedition. He was altogether an evil man. He'd sit and spout democracy, then he'd go out. Where'd he go? Up into the hills, one of those native villages. He had women up there, black women. I saw him. And then he'd come back and tell us about this brave new world that he and his black brothers were going to make after the war was over. Well, I mean, Colonel, I could just take so much of that. Winston, it's my experience that a man rarely kills for an ideal. Didn't you have some personal reason for killing Quinn? You haven't listened to one word I've said, have you? I'm just trying to understand you. You know, men like you make me sick. You're so busy at acting the hero and winning your war and scrambling up your little ladders for promotion you can't see further than the next rung. من از قیافه ای تو حالم به هم میخوره. دیگه چیزی نداری به من بگی صدفان؟ وینستون گروهبان، هر وقت به من احتیاج داشتی بفرست عقبا. منو ببر بیمارستان. بازن؟ آره بازن. پرستار، ممکنه بگید دفتر دکتر کوفمن کجاست؟ ساختمون آخری دست چپ. متشکرم. سرگارد کوفمن. جناب سرنگ. اسم من برنی آدمزه، ممکنه چند تا سوال ازتون بکنم؟ اجازه بدین صریحا عرض کنم که پرستار داوری به هیچ وجه مجاز نبوده منو به شما معرفی کنه. من این اجازه رو به اون نداده بودم. من احتیاجی به کسب اجازه ندارم سرگارد. بسیار خوب، چه کمکی میتونم بکنم؟ شما وینستون رو معاینه کردین؟ چرا آوردنش در بخش روانی؟ تشریفات بود. اون یه انگلیسی رو ظاهراً بدون دلیل کشته بود. معلومه که باید معاینه میشد. چه نتیجه‌ای به دست آوردین؟ اینش دیگه محرمانه است. سرگارد، من وکیل مدافع یه محاکمه جناییم. البته شما مجبور نیستید الان حرفی بزنید، ولی من میتونم دستور بدم در جایگاه شهود حاضر بشید و اون چرا که میخوام بگید. بنابراین چرا دوستانه صحبت نکنیم؟ چیزی نیست که روش حرف بزنیم. من گزارشی راجع به وضع وینستون نوشتم که موافق من اونو قابل قبول ندونست. مسلمه که گزارش تهیه کردین، ولی میخوام بدونم تو اون گزارش چی نوشتین. با اینکه شما یه افسر ارشد هستین، اطلاعاتتون راجع به مقررات نظامی خیلی کمه. گوش کنید، من گزارشی درباره وینستون نوشتم که رد شد. به من دستور دادن که اونو از بیمارستان مرخص کنم، منم متقابلا رد کردم.
از اون به بعد من هیچ مسئولیتی درباره اون نداشتم و حالا مسئولیتی نسبت به اون احساس نمی‌کنم. شما بهتره افسر فرمانده منو ببینید. افسر فرمانده شما رو هم به موقع می‌بینم، ولی الان اون گزارشو می‌خوام. من نمیتونم اونو به شما بدم. اوه سرگرد، یه خبر براتون دارم. شما باید اون چرا که من می‌خوام بهم بدین. بسیار خوب سرهنگ، ولی اگه مورد بازخواست قرار گرفتم چی؟ یعنی میخواین بگین سرهنگ برتون دستور داده اون گزارشو به من ندین؟ بهتره بگیم توصیه کرده که این کارو نکنم. دستور داده یا توصیه کرده، به هر حال من اون گزارشو میخوام و باید اونو ببینم. چرا؟ چه نتیجه ای داره؟ نه شما میتونین وینستون نجات بدین نه من. خودتون میدونین که اون باید اعدام بشه، پس دیگه وقت منو نگیرین. سرگارد، به شما دستور میدم که اون گزارشو بدید به من. سرهنگ آدامت، ممکنه ما رو تنها بذاری پرستار؟ سرهنگ آدامت، اگه میخواین از اعضای من کسب اطلاع کنین خیلی ممنون میشم اگه اول خود منو ببینی. مثل اینکه اینجا بخش منه جناب سرهنگ. مثل اینکه اینجا بیمارستان منه. اگه میخواین با ایشون مصاحبه کنین، متاسفانه باید خواهش کنم از وقت خصوصیش استفاده کنین. سرهنگ برتون، من وکیل مدافعیم که باید از زندگی یک نفر دفاع کنم. من نمیدونم قدرت شما در اینجا چقدره، ولی مسلماً مال من بیشتره. هیچ کس نیست، تکرار میکنم، هیچ کس نیست که ملاقاتش برای من ممنوع شده باشه، حتی خود جنرال کمپتون. این شامل سرگارد کافمن و شامل خود شما میشه سرهنگ. سرگارد، ساعت 6 بعد از ظهر میاید سالن غذاخوری افسران، گزارش مربوط به وینستون هم با خودتون میارید. سرهنگ آدامس، یادتون میاد منو به شام دعوت کردیم؟ البته. تا حالا غذای چینی خوردی؟ غذای هندی بهتره. رستوران اکبر رو بلدی؟ بالاخره میگردم پیداش میکنم. ساعت 9 چطوره؟ خیلی خوبه. سلام عرض کردم. سلام علیکم. داستان یه در انتخاب کرده که شهادت بدن. اسمشون رو نوشتم، میخواین براتون بخونم؟ نه باشه، بعد خودم میخونم. امشب دیگه با ما کاری نداری؟ چرا، ممکنه. چند دقیقه دیگه با کفمن وعده ملاقات دارم. سرگرد کفمن قربان، میخواین از اون اصاریه بگیری؟ اگه چیزی داشته باشه بگه. بله، شماها بهتره همینجا باشین. اطاعت قربانی، موضوع کار شروع میکنه. شنیدم برادر زنش موافقت کرده شما وکیل مدافع باشین. برادر زنش کیه؟ نماینده کنگره برادر زن وینستون. نماینده کنگره با تمام وکلای مدافع مخالفت میکرد، برای همینم این محاکمه عقب میافتاد. نمیدونستی؟ به نظر اون شما مقررات رو اجرا میکنی. آزاد، کنفرانس دارید آقایون؟ این همونیه که من دلم میخواد، شب و روز کار کنید. دادستانو دیدم، میگفتم میخوایی با قدرت تمام باش مقابله کنید. امیدوارم موفق باشی، ولی تو با رئیس دادگاه کلشت به سر کار داری. رئیس دادگاه کیه قربان؟ منم پسرم. سرشان میبینم. ببخشید قربان، یه افسر میخواد شما رو ببینه. همینجا باشین. گفت منه. کار شروع شد هروی. سلام جناب سرهنگ، مشروب میخورین؟ نه متشکرم. سرگارد کافمن رو ندیدین؟ فکر نمیکنم اینجا پیداش کنین. در بخش مالاریای بیمارستان سکری احتیاج به دکتر داشتم، برای همین از شما معذرت خواست. اون با من قرار ملاقات داشت. یعنی چه معذرت خواست؟ بهش دستور داده بودم. خب یه مسئله فوتی بود، امروز بعد از ظهر فرستادنش اونجا. اون چی کار میتونه بکنه؟ پشاره روانکاوی کنه؟ اینطور که من شنیدم اونجا دکتر کم داره. کی فرستادش اونجا؟ برتون؟ سرهنگ برتون، اگه اون این کارو کرده باشه. نه قربان، دستور مستقیما از طرف خود جنرال کمپتون اومده. چه اینطور؟ سرهنگ آدامز اومدم قربان. سرهنگ آدامز، راهنماییشون کن، راهنماییشون کن.
راستی برنی؟ جنرال شما میخواین من تو دادگاه از وینسون واقعا دفاع کنم؟ یه دقیقه دیگه میام پلوت. شما قبلا یه تفنگ بدون گلوله به من دادین و حالا میخواین همونم ازم بگیرین. من هنوز نیومدم پلوت. من نمیخوام گستاخی کنم قربان، ولی شما تنها شاهد منو درست در لحظه حساس دور کردید. خیلی بدشانسیه. اون هولدر رو بده من. جنرال من فقط دو روز وقت دارم که خودم رو برای محاکمه آماده کنم. برنیم تا یه سالم وقت داشته باشیم بازم باید از قاتل اعتراف کرده ای دفاع کنیم. این یه تشریفاته، حتی میدونی فرمالیت هست. رب دشم رو من کجاست؟ جنرال برای چی کفمن منتقل شد؟ آه بسه برنیم، فکر میکنی من هر دفعه که میخوام یه افسر منتقل کنم باید در نظر بگیرم که وجودش برای شهادت در یه دادگاه نظامی لازمه یا نه؟ خواهش میکنم تفره ندین جنرال. چرا کفمن منتقل کردی؟ بنا به مختزیات جنگ. خیلی خوب، به هر عنوانی که بوده، ولی خواهش میکنم منو از این کار معاف کنید. جنرال کانین کامو بر من پیدا کنین، ممکنه در مرکز فرماندهی باشم. بسیار خوب، حالا باید بی‌پرده صحبت میکنم. حتم دارم که تالا راجب برادر زن وینستون چیزایی شنیدی. نماینده کنگره؟ خب این موضوع به من چه؟ میخواستم بهت بگم ولی مجال بحث نداشتم. این آدم در واشنگتن خیلی مهمه. یه پرونده تلگرام از اون دارم که به قطر شکم توه. کی از وینستون دفاع میکنه؟ صفاتش چیه؟ اعتراض دارم، مخالفم. از یه طرف انگلیسی‌ها مرتب خونخواهی میکنن، از طرفی هم اینطور از واشنگتن تلگرام میرسه که من به چه اجازه ای محاکمه نظامی رو عقب انداختم. البته مرکز در تمام این موارد از من پشتیبانی کرده ولی دیگه بیشتر از این حاضر نیست در محاکمه تأخیر بشه. بنابراین اگه تو ناراحتی مجبوری ناراحت بمونی، چون من دیگه حاضر نیستم محاکمه را عقب بندازم. جنرال شما هیچ فکر کردین ممکنه وینستون دیوانه باشه؟ مرده شورش ببرن. لابا تو دادگاه هم میخوای بگی اون تو یه حالت غیر طبیعی آدم کشته؟ اگه میخوای اینجوری دفاع کنی بگو. پس چطور دفاع کنم؟ این حرفه توست نه من. به هر حال هیئت تشخیص جنون تشخیص دادن که ستوان وینستون میتونه درست از غلط تشخیص بده و تو راهی نداری که خلاف اینو ثابت کنی. بنابراین بهترش هم قضاییت به کار بندازی و حرفی نزنی که به کلی کارو خراب کنی. خب؟ فکر میکنی من این محاکمه رو ترتیب دادم؟ نه خیر قربان. فکر میکنی من هیئت تشخیص جنون رو تشکیل دادم؟ نه خیر قربان. برنی ما با هم غریبه نیستیم، تو به سر یکی از بهترین دوستای منی. ما در یک چیز با هم شریکیم، هر دومون نظامی هستیم. وقتی که من راجع به ارتباط این محاکمه با اتحادمون حرف میزنم تو باید منظور منو بفهمی. میفهمم جنرال، ولی مطمئن نیستم با ادامه یک مریض اتحادی به وجود بیاد. اگه مرگ ستوان وینستون بتونه این جنگ برای چند لحظه‌م شده کوتاه کنه، عمرش با افتخار تموم شده. عجب بساطیه. برنی تو به چی اعتراض داری؟ من نمیخوام تو قاضی وینستون باشی، میخوام که این بحران از بین ببری. تا جنگ تموم نشه من هزار جور از این دردسرا دارم، تو فقط من از شر یکی از اونها خلاص میکنی. من از این کارا خوشم نمیاد. من اصراری ندارم که تو خوشت بیاد، تو فقط از وینستون دفاع کن و کلک کارو بکن. سرهنگ شما کارتون انجام میدید، چه مایل باشید چه نباشید. بله. آه سلام پیتر. آره آره، این درست همون احساسیه که من دارم. عالیه عالیه. خداحافظ. سه‌شنبه؟ چه ساعتی؟ آره ترتیبش میدم. سرهنگ آدامز. از این طرف قربان. سلام، حالت؟ خیلی عصبانی. منم همینطور. چی میخوری؟ مارتینی لطفا. یه ویسکی دوبله دیگه برای من. چش قربان. میدونی چی به سر کوفمن آوردن؟ آره منتقلش کردن. دیگه چی کار کردن؟ روپوشش هم گرفتن؟ تو هیچ اعتراضی نمیخوای بکنی؟ خواستم به کاخ سفید تلفن کنم، اشغال بود. تو هم به اندازه من از انتقال دکتر کوفمن عصبانی هستی. چرا میخوای موضوع رو به مسخره بگیری؟ برای اینکه اعصابم راحت باشه. تو عصبانیتتو پنهان میکنی، به همین اعصابتو خورد میکنی. خب خوراک مرغ تند دهلی، مرغ معمولی دهلی، مرغ تندوری. تو تا چه حد میخوای به وینستون کمک کنی؟ تو تا چه حد مرغ دوست داری؟ فقط مرغ دارن و گوشت بره مدرسه. هیچ میدونی دکتر کوفمن قبل از اینکه بره گزارشش رو از بین برد؟ ابدا برام عجیب نیست. خب شراب چی دوست داری؟ این یه نسخه از اونه.
از بایگانی محرمانه در آوردم. پس تو آدم احمقی هستی، چرا این کار کردی؟ مگه جنون دزدی داری؟ فوراً ببر بذار همونجا که برداشتی. نمیخوای اونو بخونی؟ این یه نسخه کاربونیه، هم بی امضاست، هم بی اعتبار و هم دزدیده شده. مسخره نیست من اونو تسلیم دادگاه کنم؟ چرا به موقعیتت لطمه میزنی؟ آه بس کن، من نمیخوام تو این جریان پای تو هم وسط کشیده بشه. اگه تو میخوای ورتش در بیفتی من حرفی ندارم، به منم مربوط نیست، ولی بذار من از رایی که خودم میدونم برم. امروز روز خسته کننده ای بود، اگه باید غذا بخوریم که بخوریم، ولی اگه میخوای راجع به اصول اخلاقی و عدالت و سیاست جنگ جر رو بحث کنی، در خروجی رستوران اونجاست. یه مرغ دهلی بیار، چاق باشه. آه تشریف آوردید قربان، سروان گونتر پیغام فرستاده، نوشته ساعت 12 روز یک شنبه یک کنفرانس مطبوعاتی. راستی جام سامن، بالاخره کارتون با کوفمن چی شد؟ صدفان، مثل اینکه اینجا یه اتاق خصوصیه نه اتاق غذاخوری. در آینده هر وقت خواستین غذا و مشروب بخورین تشریف میبرین تو بوفه. چشم قربان. با چه وسیله میشه رفت باکری؟ باکری قربان، درست شنیدی صدفان؟ با قطار. فردا صبح میریم اونجا، شما مسئول ترتیب کار هستید. ممکنه سوال کنم برای چی میریم اونجا؟ چند نفر از باکری شهادت دادن؟ 11 نفر، ولی همشون شهود دادستانن، مخالفمان. به نظر من ما داریم بختمون رو تلف میکنیم. من نظر شما رو نخواستم صدفان. 11 نفر شاهد یعنی 11 داستان. میخوام اظهارات هر کدوم با دیگری مقایسه بشه، هر اختلافی مورد دقت قرار بگیره، اون وقت این میشه یه کار حسابی. خیلی معذرت میخوام، به نظر من هیچ فایده ای نداره. بسیار خوب، یه کار بی فایده انجام میدیم. خودش هم نمیدونه چی کار میکنه. به ما چه من؟ بای یه بند حرف میپرسه، خیال میکنه میتونه مره بپیچونه. خب دیگه برگز سر کارت، منتظر یه خبری بشه و کاره بکنی. اون هفتیر رو کدوم دستش گرفته بود؟ دست راستش. نه گمونم دست چپ. تو تیر اندازی رو دیدی اما یادت نیست هفتیر کدوم دستش بود؟ فکر نمیکنم فرقی بکنه، به هر حال اونو با تیر زد. حرفش درسته. خب طبق این نقشه تخت خواب تو کجا قرار گرفته بود؟ درست اینجا. اگه مال تو اینجا بوده، پس مال گروه بانکوین اینجا بوده. گروه بان جانسون؟ خیال میکنین اینجا کجاست؟ استادیوم ویمبلی؟ کدوم یکیتون قرار مریض باشه؟ گروبان جانسون کجاست؟ اونجاست، داره جواب پس میده. چی داری چرند میگی؟ مسئول این کارهای بی جایی که اینجا میکنن شمایید آقای سرهنگ؟ بله منم سرگار. اقلا یه خبری به ما میدادی. من 6 تا خراب شده دیگه دارم که تا شب نشده باید بازدید کنم. میدونید بین هر کدومشونم 50 مایل فاصله است. متاسفم قربان. خب در هر صورت نمیخواد متاسف باشین. جان کنزینگتون سرپزشک ناحیه. برنی آدم. بهتر کارتون رو زودتر تموم کنین. از این ور. جا نخورید، این جینه. آدم باید چقدر زرنگ باشه تا بتونه از پس این دزدای شیکمو بر بیاد. معذرت میخوام که اول بد اخلاقی کردم. برای من مهم نیست که شما وقتتون رو تلف میکنین، ولی خوشم نمیاد کسی وقت منو بگیره. ودکا؟ نه اینطوری بهتره. چی باعث شد که شما فکر کنین من وقتم رو تلف میکنم؟ ظاهرا کار بیماردیه. خیلی وقت اینجایین؟ شما وینسون رو خوب میشناسین؟ همونقدر که اونای دیگر میشناسم. من در مرکز بهداری هستم، اینجا یکی از 6 تا محلیه که در حوزه منه، ولی گاهگاهی باهاش حرف میزدم. راستشو بخواید من شخصا هر وقت میدیدم اون داره میاد، خودم رو پشت یک کلبه ها قایم میکردم. پاک از مخ راحت بود. منظورتون؟
یعنی دیوونه بود، خودتون که میدونید. من تا حالا نشیدم صحبت یه قاتل بشه و نگن اون دیوونه بوده. ببینین سر دکتر، I'm not even a lawyer, just a soldier. The only thing I do know is that Winston is a confessed murderer. Well, you're defending him, Ducky. Why not? You've got to go through the motions, haven't you? Now, wait a minute. Now, come up, it. I know the score. You can plead anything for Winston except insanity, because if he's insane, he's not guilty. Right? But he's got to be found guilty because he's got to hang. And he's got to hang. If only to save the American command from a good deal of embarrassment. He's got to hang because he's a murderer. He's mad all the same. The man's a paranoid. He's an incurable psychopath. What are your qualifications for saying that? I'm a psychiatrist. Well, then what are you doing in a dump like this? You may well ask. I happen to take the view that a certain liaison officer was too sick to resume his duties. They happened to need a liaison officer at that time of the war more than they needed the psychiatrist. So here I am inspecting nether portions. At the suggestion, I may say, of the American command. I take it you don't like Americans. Oh, I can take them or leave them. You seem to have all the clever answers, Major. If you're so sure that Winston is insane, why haven't you come forward and said so? Well, why the hell should I? I was told pointedly enough that it was none of my business when I sent him down to the hospital. I have been specially ordered to keep my nose out of it all, and that I'll do. Good grief, man, if you want to prove him insane, there's someone down there that can do it for you in 5 minutes. Kaufman, go and see Kaufman. When did you last see Winston? The night of the murder, as they say. I was called over to see if I could do anything for poor old Quinn. Winston had rather sensibly retired to his hut, and there were about 4 guards guarding him. Did you talk to him? Yes, I did, and a rather difficult job it was, too. He simply sat there staring in front of him. However, eventually he began to talk. What about? All the usual junk. All about the teeming millions plotting to overthrow the world. Surely he's mentioned it. Did you talk about Quinn? No, he seemed to have forgotten all about Quinn. I can tell you why he killed him, if that's what's worrying you. Major Kensington. Yes, Corporal? Reporting sick, sir. Go inside, will you? You see, there's no British officer here in Bakri. As senior British NCO, Quinn had roughly the same responsibilities as Winston had as an American officer. This always nettled Winston. خیال میکرد که توطئه‌ای در کار و مانع از این میشه که پست مهمتری به او داده بشه. یعنی حقم داشت. نه. چون خودش رو از کوین بهتر میدید. مزالک این دلیل کشتن یه نفر نمیشه. چرا میشه؟ اگه بیمار روحی باشه. زانوم قربان. تمیز نگرش دار، پس فردا میبینمش. در قفل کن، کلیدو بده به گروهبان. اطاعت خواهم. ناراحت نباش رفیق. تو که کله گنده ها طرفدارتن. ببخشین خانم کیت، منزلم. میدونی چه ساعتیه؟ بازم یه روز خسته کننده. آره. از کجا میدونستی خونه من اینجاست؟ من با پلیس مخفی امریکا سر و سر دارم. شنیدم رفته بودی باکری؟ آره، سرگردی رو به اسم کنزینگتون اونجا دیدم. یه وقتی میشناختمش، آدم باهوشیه. تو مثل این که کشش خاصی به روانشناسه داری، اینطور نیست؟ زمنان آدم مطمئنی هم هست، اگه حرفی بزنه میشه باور کرد. آره. مثل این که دوست نداری راجع به این موضوع حرف بزنی.
میخوای چیزی برات بپزم؟ منظورت اینه که دختره آشپزی هم بلدن؟ پس من از دنیا بی خبرم. تو ازدواج نکردی؟ نه جونم. چرا؟ حرفام زیاد جدی نگیر، یه دفعه ازدواج کردم. زنم اینقدر از این منطقه به اون منطقه دنبال من اومد تا عاقبت از پا افتاد و مرد. و از اون به بعد؟ یعنی چی و از اون به بعد؟ نصف دنیا زن هستن، هیچ کدومشون تو رو دوست ندارن. چرا؟ جمعونم بعضیشون دارن بعضیشون نه. اینجوری خوشدارم میگذاری. تو ارتش برای افسرهای ارشد خوشی دائمی وجود نداره. هر وقت تونستم باید خوش باشم. حتی محلم زیاد اهمیت نداره، چون فردا شدم یه جای دیگه است. مثل کفمن؟ تو ول کن، این کفمن نیستی. نه. میدونی اشکال کار وینستون چیه؟ اینه که همه حق دارن. بعضیا فکر میکنن اون دیوونه است و نباید ادامه شه، و بعضیا کوچکترین توجهی به اینکه اون دیوونه است یا نیست ندارن. دسته دوم معتقدن دنیا در حال جنگه و پیروزی در اون از زندگی وینستون ها خیلی مهم داره. عقیده تو چیه بارنی؟ والا اینه که هیچ عقیده نداشته باشم. به من نگاه کن بارنی، به من نگاه کن. من نصفم فرانسوی نصفم چینی. نمیتونی فکر کنی چقدر از آدمایی مثل وینستون متنفرم. با این حال نمیتونم جلاد اون باشم. یا سامان، فقط شب گل میکنی. اخلاق منو داره، منم شب گل میکنم. خیلی دیره. تو به من پیشنهاد کردی که یه چیزی برام بپزی. درسته، ولی چیزی که هست من گرسنم نیست. اگه وجود من بهت آرامش میده هیچ حرفی ندارم. آقایون، این کنفرانس بنا به تقاضای شما به خاطر توجهی که نسبت به جریان وینستون در دو کشور ما وجود داره تشکیل شده. این جلسه فقط و فقط برای اطلاعات مقدماتی شماست، نه برای درج در مطبوعات. شما میتونید از هر کس بخواید سوال بکنید، ولی اگه جوابی به شما داده نشد اصرار نکنید. امروز یک شنبه است و بار بازه، ما غیر از این کارهای دیگه هم داریم. بنابراین شروع کنید. سرهنگ تامسون، آیا سرهنگ آدامز فقط برای این قضیه به این منطقه احضار شده؟ نه خیر، اینطور نیست. در نتیجه یک تصادف اتفاقی، سربازی شجاع با سابقه درخشان در امور حقوقی در چنین موقع حساسی در دامان ما افتاد. جناب سرهنگ فکر میکنن تا چه حد در نجات وینستون شانس داشته باشن؟ من هیچ فکری نمیکنم. من مأمورم از وینستون دفاع کنم، تا اونجایی هم که بتونم این کارو میکنم. الیک، موضوعات سیاسی که در این کار دخالت دارن چی هستن؟ جواب نداره. این یه محاکمه نظامی و هیچ موضوع سیاسی در کار نیست. خواهش میکنم الیک، چه خوردم با ما همکاری کن. این جریان مثل یه سیب زمینی داغ میمونه، چون یه افسر آمریکایی یه درجه دار انگلیسی رو کشته. حتما گرفتاریهای سیاسی پیش خواهد آمد. جواب نداره. میتونید همینو بنویسید. بله آقا، بفرمایید. درباره اهمیت سیاسی این قضیه به نظر من بهتره گفته بشه که این یک موضوع بسیار وسیعه، برای اینکه نه فقط قاتل ممکنه.
اینجا دادگاه نیست. اگه سوالی دارین میتونین مطرح کنین. من فقط میخواستم توضیح بدم که خواننده های ما ممکنه این سوالو بکنن. آیا صرف نظر از زور عدالتی هم هست؟ خب کی باید به این سوال جواب بده؟ به نظر من بهتره کسی که عهده داره دفاعه. عدالت فقط اصالتاً وجود داره. صرف نظر از زور و قدرت خود به خود موجوده. مصلحت هیچ نقشی در عدالت نداره. متشکرم اگه. دیگه سوالی نیست؟ نه؟ خوبه؟ دادگاه فردا صبح ساعت 9 تشکیل میشه. خواهش میکنم قبلا برید اتاق 307 با صدفان رامینسون تماس بگیرید. خب بارنی، موکلت چطوره؟ الان میخواستم برم اونو ببینم. بهتره کاملا استراحت کنی. فردا صبح تو دادگاه میبینم. بله قربان. جمله خوبیه. اقتضا و مصلحت هیچ نقشی در عدالت نداره. خوب گفتی. بفرمایید، همه رو سنجاق کردم. لایحه دفاع و اوراق استشهاد. متشکرم. حالا نصیحت من به شما اینه که از اینجا برید بیرون. برید یه جای دنجی و خودتون رو بسازید. $10 شرط می‌بندم که یه هفته بعد از اعدام وینستون اون سرهنگ تموم میشه. جدا اینطور فکر می‌کنی؟ بله، این یه خبر رسمی از واشنگتن. این طرف واشنگتن بندر و مورسون ندیدین؟ گمونم رفتن باشگاه افسران بود. لذت می‌بره که بی اراده روپاش وایس و مثل توتی هر چی بهش گفتن تکرار کنه. حق با توئه. معلومه که حق با منه. من یه دفعه یه موضوع تکرار کنی. من میگم جاوسنگ تو حرف نزن. نه دیوونه، اون خودش میدونه. من داشتم میگفتم که شما یه ماموریت گندی دارین. از اون گندتر حرف زدن با شماهاست. ممکنه بیام تو؟ امروزم برات خسته کننده بود. امروز صبح یه گزارش اینجا جا گذاشتم. بیا تو. How far is it to the Sakri Hospital? Nearly 100 miles. I'm going to have a long drive. You are going to see Major Kaufman? Yes. Are you sure he's going to help you? I think I know my man. Why now, Barney? Why have you suddenly decided to defend Winston? I'm not defending Winston, Kate. I'm defending myself. I suppose you think it's a little late for that. You have been an army man for 18 years. You have been on the Winston case for 4 days. You haven't been doing too badly. Hmm.
Well, you can take that and use it to wrap souvenirs in. I want you to prepare me a new brief for pleading insanity. Yes, sir. Bender, I want you to go to records, break in if necessary. Get every possible word you can find on Colonel Burton and all the other officers on the lunacy board. Colonel Burton will never admit insanity, sir. No, but Kaufman will. He's up country. I know that. You want us to contact him? No, thank you. If you mention Kaufman's name on the telephone, he'll be off to the Philippines by morning. I want him here in court because without him, we haven't got a case. You bring me the brief, gentlemen. I'll bring you the witness. Can I help you, sir? Where can I find the officers' quarters? Block 34. Straight up, right, and then left. Thank you. You're welcome. سرگرد کافمن چی شده؟ شما اینجا چی کار میکنین؟ ساکت باشین. میخوام فردا صبح بیای تو دادگاه و برای سوتوان وینستون شهادت بدی. تو این همه راه اومدی فقط برای اینکه یه خواهش احمقانه بکنی؟ میخوایم بخوابیم ساکت. من خواهش نمی کنم سرگرد، دستور میدم. تو میتونی دستور بدی تو دادگاه حاضر بشم، ولی نمیتونی دستور بدی طبق نظر تو شهادت بدم. تو حاضر اونو دار بزنن؟ حالا چه وقت حرف زدن نیست، خفه شی. جز این که درجه تو از من بالاتر ببری چاره ای نداری. من یه سرهنگ دومم، پس در گوشاتو بیکی بخواب. تو حاضری ببینی اونو دار بزنن؟ من هر کاری که ممکن بود کردم. وقتی برتون از من خواهش کرد وینستون رو عاقل اعلام کنم، من با قدرت رد کردم. من اون ورقه رو امضا نکردم. ولی نتیجه چی شد؟ من که یه روانشناس عالی رتبم، امروز باید میون جنگل قرص زغال تقسیم کنم. حالا تو میخوای از اینم جلوتر برم؟ بگو برای چی؟ برای اینکه تو یه دکتری، تو تنها کسی هستی که میتونی اونو نجات بدی. گوش کن. چند روز پیش وینستون از من پرسید علت این جنگ و جدال چیه. مطمئنن از تو هم همین سوال کردی. خب در حال حاضر این جنگ و جدال برای مردی به اسم وینستون، برای یه بیگناه مبارزه کردن ساده است، ولی اگه آدم برای یه مریض، یه منحرف، یه از دست رفته مبارزه کرد، عدالت واقعی که خیلی بزرگه، حتی از کار من، حتی از کار تو. چه ساعتی باید اونجا باشم؟ 11 صبح. من باید ساعت 7 صبح سرکشی قسمت ها رو شروع کنم. به موقع میرسی. باشه، میام جناب سرهنگ. شوخی کردم سرهنگ. تمام اعضا مجدداً در دادگاه حضور یافتند. سرهنگ دامز، سعی کنین گزارش بدین. قربان، شهادت سرگرد کفمن دیگه برای ما امکان پذیر نیست. این گزارشیه که اون درباره سوتوان وینستون نوشته. با اجازه شما میخوام در پرونده گذاشته بشه. ممکنه اونو ببینم؟ این یه نسخه کربنیه سرهنگ آدامز. اصلی هم دارید؟ نسخه اصلی از بین رفته. این نه امضا داره نه اینکه نسخه تصدیق شده ایه. به عنوان کارشناس حقوقی اعلام میکنم دلیل لازمه که این سند نسخه از گزارش سرگرد کفمن باشه و یا اصولا نویسندش او بوده. آیا تصمیم دارید مدرکی ارائه بدید؟ سعی میکنم قربان. سرهنگ برتون رو احضار کنید. اگرم به عنوان مدرک قبول نکنن، شما میتونید همینطوری برای اطلاع دادگاه بذارین تو پرونده. اگه میخواستم یه مجله فوکایی هم میتونستم بذارم تو پرونده. من میخوام اون گزارش به عنوان مدرک یک روانشناس صالح قبول بشه. سرهنگ برتون،
سرهنگ برتون، یادتون باشه که شما هنوز قسم خورده اید. سرهنگ ادامز، میتونید سوالاتتون رو شروع کنید. متشکرم قربان. اعضای هیئت تشخیص جنون کیا بودن؟ سرهنگ هیل، سرگورد فرانک و من. مثل اینکه سرهنگ هیل یه جراح اینطور نیست؟ بله یه جراح. و سرگورد فرانک هم دندونسازه. بله. من خود شما قربان، تا اونجا که من اطلاع دارم قبل از این مأموریت پزشک ثابت کمپانی همیلتون در دیترویت بودین. بله. شما روانشناس هستین قربان؟ نه به طور رسمی. خب به طور غیر رسمی چی؟ کتابای راجع به اون خوندم. او چه کتابایی؟ تکرار میکنم قربان، چه کتاب هایی؟ اسامیشونو به خاطر نمیارم. آها. و در این بیمارستان عمومیتون بخش اعصابم دارین سرهنگ؟ یه بخش بیماری های عصبی و روحی. به عبارت دیگه شما بخش بیماری های روانی دارید. تصور میکنم. تصور میکنید. و چند نفر روانشناس جزو کارمندان اون بخشن؟ سه نفر گمان کنم. سه نفر گمان کنید. و حتما خواهید گفت هیچ کدومشون صلاحیت نداشتن جزو کمیسیون تشخیص باشن. همینطوره. به این ترتیب وقتی یکی از اونها سرگورد کافمن گزارشی درباره وضع سوتوان وینستون به شما داد، اونو رد کردید. بله. همونطور که گفتم اون گزارش نه صحیح بود نه علمی و منطقی. شما اونو با دقت خوندید؟ بله خوندم. اون جراح و دندونساز چی؟ اونها هم گزارش خوندن؟ من نمیدونم. من میگم شما میدونید جناب سرهنگ. مگه گزارش به اونها داده نشد؟ شاید نه، چون من اونو رد کردم. بنابراین سرهنگ برتون، شما تنها کسی هستین که گزارش سرگورد کافمن رو خوندید. اینطور تصور میکنم. متشکرم قربان. با اجازه دادگاه تقاضا میکنم این مهر زده بشه. سرهنگ آدامز، کارشناس قانونی که قبلا گفتن این سند قابل قبول نیست. من گمون میکنم سرهنگ آدامز مایلن که سرهنگ برتون این گزارش رو تصدیق کنن. اینطور نیست سرهنگ؟ با اجازه دادگاه. سرگورد اسمیت میخواید اینو ملاحظه کنید؟ فعلا نه قربان. بسیار خوب. این سند به عنوان یک گزارش نامعلوم از یک مبدأ ناشناس جزو مدارک ضبط میشه. این با وکیل مدافعی که با ارائه مدارک قانونی به اون رسمیت ببخشه. متشکرم. سرهنگ برتون ممکنه اینو بخونید؟ خوندینش؟ بله. در 45 ثانیه. معمولا برای گزارش هایی که به شما تسلیم میشه هم اینقدر وقت صرف میکنید؟ خب سرهنگ، ممکنه به دادگاه بفرمایید آیا این نسخه ای از گزارشیه که سرگورد لون کفن به شما داد؟ من نمیدونم. شما نمیدونید؟ شما در محضر دادگاه گفتید که گزارش کفمن رو با دقت خوندید و اونو رد کردید. لازمه به خاطرتون بیارم که شما قسم خورده هستید. اعتراض دارم. سرهنگ برتون که تحت محاکمه نیستم. من به این طرز سوال کردن اعتراض دارم آقا. اعتراض وارده. در حدود بازپرسی از یک شاهد سوال کنید. سوالمو تکرار میکنم. آیا این نسخه ای از گزارشیه که سرگورد کفمن به شما تسلیم کرد؟ نه. هیچ قسمتی از اونو در گزارش دکتر کفمن ندیدین؟ تشخیصش غیر ممکنه. اون عادت داشت چند پیشنویس از گزارشش تهیه کنه. این ممکنه از پیشنویس‌های اول باشه. برمیگردم به زمانی که با شرکت همیلتون کار میکردید. شما استعفا دادید یا اخراج شدید؟ استعفا دادم. شما رو برای اینکه یک حمله قلبی رو سوء هاضمه تشخیص داده بودید اخراج نکردن؟ البته که نه. بسیار خوب. فعلا دوره زندگی غیر نظامی شما رو کنار میذاریم. من میخوام یک دفعه دیگه راجع به این گزارش سوال کنم، ضمن یادآوری اینکه شما قسم خورده هستید. سرهنگ آدامز، یادآوری مکرر شما که ایشون قسم خورده هستن توهین‌آمیزه. شما از یک جنایتکار بازپرسی نمی‌کنید، بلکه از یک افسر که از نظر همکاری با ما حاضر به شهادت شدن. بازم سوالی از این شاهد دارین سرهنگ؟ بله قربان دارم. در این صورت برای نهار تنفس اعلام میکنیم.
دادگاه ساعت 2:30 بعد از ظهر تشکیل خواهد شد و در این ساعت کسانی که در این محاکمه شرکت دارند در دادگاه حضور خواهند یافت. تنفس دادگاه خوب به دادش رسیده. یه دقیقه وقت دارید قربان؟ البته. بیا تو برنیم. سیگار؟ متشکرم. چه تجملی آدم توی اتاق به تلفن. Well, Bonnie, I made a mistake, didn't I? We all make mistakes, General. What are you doing to Burton? Are you trying to destroy that man? Yes, I am. Why? For God's sakes, why? Because he's a liar, a cheat, and a coward. Because he's covered himself with dirt and it rubs off everywhere. He does his job. He's required to contribute to the war effort by running a base hospital smoothly and efficiently. He does that. Anyway, Burton can take care of himself. It's you I'm thinking about, Bonnie. Are you trying to throw your career out the window? No, sir. What are you trying to do? What are you trying to prove? I'm trying to prove that the system works, General. You asked me to put on a demonstration, I'm doing that. No man is above the law, we know that, but no man is below it either. And that's what I'm proving. Well, Bonnie, you'd better go ahead and prove it. For myself, I don't deal in individuals. That's a luxury I can't afford. I'm here to fight a war. I still say that you don't buy victory by rigging a murder trial. I don't know whether you do or not, but that's your opinion now. I'm already on the next crisis. You know, Bonnie, I was hoping to tell you soon that you'd been made full colonel. Does that sound like bribery? Well, it wasn't meant to be. Give my regards to your old man when you write to him. I'll do that. Well, if you will, bold googlies and long hops. Inevitable, I suppose. 207 for... Never mind. Good morning. Have you just got up, or did you manage to stagger into court? We got there. Beer, I think. Don't you? Two beers, please. Well, have you rung down the curtain on the high drama of the courtroom? We precessed. And what's the brilliant defense? Self-preservation? Provocation? Or didn't he know the gun was loaded? If you must know, the brilliant defense is insanity. Now, if you'll excuse us. Why do English officers always use our bar? We never use theirs. I tried, Ducky. The beer's too warm. Tell me, are you putting Kaufman in the box? Kaufman's dead. Cracked up his car racing to get here. Good God, I'm sorry. So you'll appreciate we're having a difficult time enough without a running commentary from you, sir. Brilliant doctor. سلام، شنیدم کارهای احمقانه‌ای می‌کنی آقای سرهنگ. یک گیلاس بزرگ آب آشامیدنی بده من. اطاعت قربان. برپا. دادگاه رسمیت یا تمام شرکت کنندگان اکنون نیز در دادگاه حضور دارند. یادآوری میکنم که شاهد هنوز قسم خورده هستم. سرهنگ دامز،
من دیگه سوالی از این شاهد ندارم قربان. سرگرد اسمیت، سوالی ندارم قربان. شاهد میتونن جایگاه رو ترک کنن. اگر وکیل مدافع شاهدی ندارن، دادستان میتونن. هنوز همه شهودو به جایگاه نیاوردم. من یه شاهد دیگم دارم. بسیار خوب. قسم میخورید که در بیان مطالب از حقیقت دور نشید و جز واقعیت کلمه ای بر زبان نیارید؟ قسم میخورم. اسم کامل، درجه، سازمان و محل کارتون رو بیان کنید. جان جرالد کنزینگتون، سرگرد، قسمت پزشکی ارتش انگلستان، سرپزشک ناحیه بکری هستم. بنشینید. سرگرد کنزینگتون، لطفاً بفرمایید معلومات پزشکی شما چیه؟ دکتر در طب از دانشگاه لندن، دارای دیپلم در روانپزشکی، عضو مجمع پزشکان کالج سلطنتی، دانشیار سابق امراض روحی در بیمارستان گای، دبیر سابق روانپزشکی در دانشگاه لندن، نویسنده فصلی درباره بیماری‌های جسمی ناشی از امراض روحی در قانون پزشکی تایلور و متشکرم قربان. متشکرم. این گزارشی است که به وسیله یک روانپزشک بعد از معاینه ستوان وینسون نوشته شده. ممکنه لطفاً اینو بخونید؟ اعتراض دارم. وکیل مدافع سند بدون امضایی رو ارائه داده. هیچ دلیلی وجود نداره که این گزارش درباره ستوان وینسون باشه. گزارش روی کاغذ بیمارستان ماشین شده. اسم ستوان چارلز وینسون با ذکر شماره کارت افسریش و پیشبینی وضع روحیش در اون هست. من دیگه نمیدونم دادستان محترم چه چیزی رو میخوان. سرهنگ آدامز، کارشناس حقوقی قبلاً اعلام کردن که این سند نامعلوم و بی‌اعتباریه. در عقیده من حداقل میشه گفت وکیل مدافع راه نادرستی رو تعقیب میکنن. اگه دادگاه این طور میخواد، من قبول میکنم که گزارش دکتر کافمن درباره مریض نامعلومیه. حتی بالاتر از این درباره مریضی که اصلا وجود نداره. نظر شما درسته. اعتراض شما وارد نیست. متشکرم قربان. سرگرد کنزینگتون، گزارش خوندید؟ بله. در این گزارش چیزی به نظرتون رسید که موافق با تشخیص شما درباره ستوان وینسون باشه؟ این تقریبا کلمه به کلمه مثل اینه که خود من نوشته باشم. ستوان وینسون تنها افسر مأمور در باکری بود. او هم قدرت داشت و هم اختیار کافی، ولی گروهبان کوین این اختیار رو تجزیه کرد، باعث تضعیف ستوان وینسون شد. به او خندید، مسخرش کرد و شخصیت اونو زیر پا گذاشت. او دوران کودکیشو با تلخی گذروند. زنش به او خیانت کرد. سه فرزندش با ترحم باش رفتار میکردن. تنها دلیل ورودش به ارتش تلاش برای کسب قدرت و نفوذ بر اونها بود. بعد از واقعه پرل هاربر کم کم به هوس افتاد که به تنهایی جنگ و فتح کنه. از اون به بعد به تدریج از یک بیمار عصبی ساده به یک بیمار روحی تبدیل شد. قتل گروهبان آلفرد کوین آخرین تلاش نومیدانه ستوان وینسون بود برای اینکه قدرت ایدئالش را آزمایش کنه، ولی قبلا عقلش را دست داده بود. او در حین جنایت دیوانه بود و حالا هم دیوانه است. من عاقلم. تنها عاقلی که اینجاست منم. خودت دیوونه ای دکتر قلابی بد انگلیسی و تو وکیل مدافع، حقوق دون مشهور و قهرمان. تو طرفدار کی هستی؟ من به هیچ کدومت رو اهمیتی نمیدم. شما ها خیال میکنین عاقلین؟ ام بیم بیچ، من تو رو خوب میشناسم. سرجوخه بهشون بگو خواهر سنه کی شد؟ زنه ی فیلیپینی. بله برنشا بهشون بگو، بهشون بگو. و تو هم به جزات میرسی، تو هم به جزات میرسی. من گزارش میدم که تو چطور این منطقه رو اداره میکنی. خودم گزارش میدم به کنگره ایالات متحده آمریکا. من بهشون میگم، من دیدم اون رفت رو اون تپا. من دیدمش. همه رو تو دفترم نوشته بودم.
بعدا مسابقتت چی میشه؟ من به عاقبتم اهمیت نمیدم. متشکرم. برای من فرقی نمیکنه. من چه در اینجا باشم چه در پاکیو با یاد گذشته زندگی میکنم، ولی برای تو تقریبا فرق. فقط برای جنگ نیومدی تو ارتش. موفق باشی. الان میام باکستر. باید گل یاسمن رو بذارم و برم. با من خداحافظی نمی کنی. ارزش اینو داشت نه؟ آره ارزش اینو داشت. وینستون بیچاره فدای این اتحاد شد. شاید بازم دیدمت.